تک ادمین این اتاق و دوستان صحبت کردم و بسیر عزیز، من صحبتمون تقریبا همونایی بود که تقریبا مطرح کردم، منتها یه چند کلمه باهاتون صحبت دارم که اضافه بر اون مسائلی است که مطرح کردم. در واقع میدونید که همونطوری که تو صحبتی آخر بسیر عزیزم اومد، در واقع بعضا تحت نام هنر، هنر رو برای هنر مطرح میکنن و معتقدن که به هیچ وجه نباید مثلا هنر دخالتی در زندگی، مشکلات، مسائل سیاسی و طبقات اجتماعی داشته باشه، بلکه در چارچوب هنر باید خودش رو مثلا نشون بده. این که بود که من این سوال این بود که مثلا توقع و خاص ما از هنر چی هستش. یکی از مهمترین در واقع هنرها شاید سینما هستش، شاید هم نه، یکی از مثلا اساسی ترین و به خاطر پربیننده ترینش در سطح جهان اهمیت داره، همطور که مثالش هم زده شد، بعضن با عینک اسلامی یا بعضن با عینک سوسیال ناسیونالیسم. ولی در هر صورت در جامعه ما متاسفانه به دلایل خیلی زیادی از این هنر تصویری، از این هنر پربیننده کمتر کارگردان و کمتر بازیگر سینما، البته بازیگر سینمایی رو زیاد چیز نمیشه بدست، کمتر شاهد این بودی که کارگردانایی پیدا بشند. فرق نمیکرد در دور نظام سیستمی که ما باهاش زندگی داشتیم تا یه چیز که بتونه مشکلات و مسائل یا مصائب اجتماعی رو در واقع به تصویر سینما عرضه بکنه. شاید سینما در حین اینکه خیلی با اهمیت به لحاظ مثلا بیان کردن یا به تصویر کشتن مشکلات مردم، به این دلیل هم تسلط خاصی روش بوده و هیچ وقت اجازه داده نشده که بتونه به صلاح کوچکترین حرکتی رو از خودش به صلاح نشون بده. ما شاید در طول این تاریخمون، جلتاً تو تاریخ چند دهمون، تو اوائل انقلاب با یکی دو تا فیلم های تلویزیونی یا سینمایی که اونم تو شروعش بود، مثلا مثل کارگردان مثل امیر قویدل که فرض ساز دهنی رو اگر یادتون باشه رو عرضه کرد، یا انقلابی بزرگی داشتیم به عنوان کرامت دانشیان که اونم جونش رو در این راه داد. در ضمن صحبت از علامه زاده هم شد، همطور که دوستانم بهتر از من میدونن، علامه زاده از گروه گل سرخی و در رابطه با کرامت دانشیان و اینا بود که کرامت دانشیان اعدام شد، مثلا علامه زاده هم زندانی کشید و تا چند دقیقه قبل یا چند وقت پیش هم مثلا یکی از کارگردانای مطرح سینما بود که چندین مثلا چیز سینمایی در خارج از کشور ساخت، ولی بعدا به دلایلی یالا هر دلایلی یالا به قول اصلاح طلب شد و حتی تقاضا داشت به ایران بره. من قسم این بود که کمتر در واقع کارگردان و هنرمندان سینمایی خودشون درگیر با مشکلات مسائل مردم تحت نام هنر و هنرمند بودن که بتونن از طریق سینما اینو تصویر بکشن. متوجه این که میدونین در قسمت‌های دیگه حتی در زمینه تئاتر جامعه ما یا جامعه هنری ما مثلا تلاش بیشتری رو از خودش نشون داد و زحمات بسیاری رو برای به تصویر کشیدن مشکلات یا به مطرح کردن مشکلات مردم در واقع به جامعه تونست ارائه بده. این از خصوصیات من فکر میکنم، از خصوصیات سینماگران ما هستش که کمتر میان دخالت بدن خودشونو با مشکلات به صلاح اجتماعی مردم و سعی میکنن که در کنار سیاست مداران یا در کنار قدرت مردان یا قدرت زورمندان در واقع این زندگی روزمره خودشون و کار سینمایی خودشون با توجیه به نظرم میاد. ضمن این که نمیخوام این کار بکنم، تسلطی رو که به خاطر اهمیت هنر سینمایی در جامعه سازمان امنیت یا حکومت‌های سرکوبگر برای کنترل بر این داشته،
به این خاطرم ما در عرصه سینمایی واقعا نتونستیم حرفی برای گفتن نداشتیم. یه چیزی هم که اینجا مطرح هستش که بعد اینو بهش توجه داشته باشیم، یعنی اینو تیز نداشته باشیم که فرض بگیریم که بتونه مثلا روزنه ای پیش بیاد که کارگردان سینمایی در واقع هنر سینمایی بتونه مشکلات مردم و مسائلی که مردم در رابطه با سیاست اقتصاد و فرهنگ و مسائلی که در واقع سینماگران ما میتونن به روشنی به تصویر بیارن، این توقع رو داشته باشیم. من فکر میکنم همونطوری که تسلط سیاسی بر جامعه ما اجازه هیچ گونه حرکت اجتماعی رو، حرکت خلاق هنری رو نمیده، به هیچ یک از ابعاد در هیچ زمینه در واقع راه گشایش رو برای هنرمندان ما به طور مشخص هنرمندان سینما یا سینماگران ما نخواهد داد. یعنی اینو پر واضح است، یعنی روشن است که متوجه این قضیه باشیم نمیشه، مخصوصا الان مخصوصا در اون نظام قبلی و نظام نکبت سرمایه‌داری فعلی هم تسلطش بر سرکوب جامعه در تمامی ابعاد و اشکال اجتماعی به روشنه و این نوع سیستم و این نوع حکومت های استبدادی به هیچ وجه این اجازه رو نخواهند داد که به صلاح بخواد فرض بر این بذاریم که زمینه فراهم بکنه که مثلا هنرمندان تئاتر یا سینماگران خلاق بتونن خلاقیت هنری خودشون در رابطه به رخ کشیدن یا به تصویر کشیدن معضلات اجتماعی رو به نمایش بگذاره، ولی مثلا به فلان نویسنده اجازه نده ممنوعش بکنه، یا مثلا به فلان شاعر اجازه بده فلان شعر رو بگه، ولی مثلا فرض بگیری به تشکلات صنفی زنان تو امور مطالبات زنان مثلا فرض بگیریم که این زمینه رو بخواد، این آزادی رو بخواد ترم کنه. ما اگر از این توهم بسیجه اگر از این توهم در بیاییم، وقت مجموعه در واقع کنشگران جامعه ما هم از سینماگران هم از نویسندگان شاعران و سیاسون و کارگران و در واقع اون قشر و طبقه ای که بیشتر زیر مظالم ستم نظام سرمایه‌داری اسلامی است میتونن با همدیگه متحدتر عمل بکنن و به شرط اینکه اینو بپذیرن که برای اینکه هنرگران ما، سینماگران ما، هنرمندان، نویسندان، شاعران و تمام قشر طبقات در واقع زیر دست جامعه که زیر ستم و سرکوب قرار گرفتن متحد با هم دیگه فقط برای اینکه بتونن مسئلهشون مطرح بکنن، سرنگونی این نظام نکبت است. با وجود این امکان نداره. بنابراین ما این نفراق یکی از علل به اصطلاح این وضعیتی که اوضاعی که برمون حاکم است و این شرایطی که متاسفانه روز به روز در واقع داره بیشتر این فشار رو به مخالفین نظام نکبت سرمایه اسلامی هم از هنرمندش و سیاسیش داره تحمیل میکنه، همین نگاه پراکندگی ما چه فرق نمیکنه چه زمینه هنر و سینما باشه، همونطوری که خودت به درستی مطرح کردین، بعضا معتقدن که این هنر فقط در خدمت هنر باید باشه، کاری به مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی نباید داشته باشه و میبینیم که بعضا با این نگاهست که نونو به نرخ روز به راحتی میخورن و در خارج از کشور هم میان جایزه هاشون رو میگیرن و مورد حمایت ارتجاعین جهانی هم هستن یا به نوعی مرتجعین جهانی که میخوان به هزار یک دلیل جامعه ما به لحاظ عقب افتادگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در واقع باقی بمونه و حمایت میکنن، به نوعی پشتیبانی میکنن از حکومت های سرکوبگر در ممالک مملکت ما و ممالک مشابه ما، برای اینکه بتونن توی این در واقع سلطه همه جانبه ای که بر جامعه میتونن حاکم بکنن، بتونن به غارتگری و ثروت به صلاح غارت اجتماعی جامعه ما راحت بپردازن. این یکی از مشکلات به صلاح عدیده ایست که در مالا زیاد هم راست بخواهی چیز نمیخوام بکنم که شامل فقط ایرانی هستن که نمیتونن با توجه به اینکه تو یه طیف
صنفی قرار دارن، حالا مثلا تو زمینه سینماگران یا نویسندگان یا اینا، ولی نگاه های متفاوتی رو دارن و بعضا از این نگاه های متفاوت، از این موقعیت فرصت طلبی، از این اوضاع به قول معروف آب گلالود شده، مایه خودشون رو میخوان بگیرن و هیچ توجهی هم به بقیه ندارن و متاسفانه به نوعی خودشون رو سانسور میکنن، به نوعی در کنار قدرت قرار میگیرن و به نوعی به صلاح هنری رو ارائه میدن توی سطح جامعه ما که همونطوری که شاهدش هستیم و به درستی هم مطرح شد یا مطرح میکنن. یکی از دوستان نمود، حالا به نوعی درسته که مسئله شو بر سر سینمای به صلاح فجر و اینا، ولی دقیقا همینجور از اونجایی هم که مثلا کشور استرالیا فرض بگیریم که کمکی میکنه، قبلا هم اینو داشتیم تو تمام زمین ها همینطور است، کمکی میشه مثلا بعد اون تابلوی اون بالایی زده باشه مثلا امور خیریه مثلا امام حسین، میگه که به نوعی متوجه هستین، نه اینی که این مستقیم مثلا مطرح بشه. حالا من اگر بودم مثلا هیچ ابایی هم نداشتم که بنویسه مثلا کمک خیریه مثلا کشور استرالیا، جلتا این مردم و اون منطقه رو به یه تفکر یه مسئله با میداره که مثلا اهمیت این که یه کشوری در مثل استرالیا مثلا تو امور خیریه به ما کمک میکنه چیه و در ازای این مثلا کمک ما چه چیزی رو باید مثلا چیز بکنیم، ولی وقتی به امور غیبی اینو منتسبش میکنن بعد دیگه دستان میره بالا، زیر پار هم نگاه نمیکنن، بعد همون مصائب و مشکلاتی که تو تمام به صلاح شئون اجتماعی مشاهده هستیم به لحاظ عقب افتادگی، در واقع ما متاسفانه اونا تونستن تاثیر بیشتری رو توی این وضعیت به صلاح تو این انقیاد، تو این بیخبری، این بی فرهنگی رو جای فرهنگ، این بی هنری رو جای هنر و این زورگویی و استبداد ستمگری رو به جای آزادی به جامعه ما حقنه بکنن و این وضعیت و شرایطی رو که شاهد سرسین بتونه برامون به وجود بیارن. در صورت من همون زیادم به مسائل نمیزنم، در واقع همون نگاهمون به هنر، به سینما، به سینماگران، به کنشگران اجتماعی ما این باید باشه که من فکر میکنم سینما و سینماگران ما به بهترین وجهی با توجه به اینکه وضعیت سینما طوری است که بیننده بیشتری رو میتونه جلب توجه بکنه، یا هنرمند، یا هنر در عرصه تمام زمینهاش هنرمند در واقع توقعی هم که از هنر در واقع باید داشت اینه که بتونه مصائب و مشکلات اجتماعی و بیدادگری هایی که در جامعه اعمال میشه رو به تصویر بکشه، توی شعر بیاره، به نقاشی بکشونه و از این طریق بتونه جامعهش رو آگاه بکنه تا بتونه به صلاح از هم فرهنگ رشد فرهنگی و هم از این مظالمی که بهش اعمال میشه در واقع راه خلاصش پیدا بکنه. زنده باشید، من برمیگردونم، همه چیز خوب و براتون میخوام، پایدار باشید، قصدم هم نبود راستی بخواهید که زیاد به امور مسائل سیاسی بکشونم، رفقا به درستی مطرح کردن تو این زمینه، در صورت پایدار باشید هر جایی که هستید. من بیشتر نگاهم در زمینه هنر و به طور مشخص هنرمندان سینما و سینماگرانمون. پایدار باشید، مایک براتون. خیلی ممنون الی جان، درود به شما، خسته نباشید دوستان، همگی خیلی خوش آمدید. در اینجا یه بریک میگیریم حمید عزیز، با اجازتون و اجازه همه دوستان من توجه شما رو جلب میکنم به هفته برنامه هفته آینده که بحث جالبی راجب لیبی، سوریه، یمن، جبهه های خونین افول و انقراض قدرت در جهان آمریکا هست با سیروس بینام. در اونجا چند تا ریفرنس هست، مراجعی هست که میتونین مراجعه کنین، نگاه کنین در این بریکی که ما داریم و امیدوارم که بتونین هفته آینده هم شرکت کنین در بس. ما در حدود یک ساعت و 20 دقیقه دیگه هستیم، کسانی که مایلن نوبت بگیرن فکر کنم حالا وقت خوبیه برای این کار. پس با هم به یه موسیقی گوش میدیم. گریتا پاژایرا چیلنا. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. بسیار خوب، مرسی از تحملتون و ما هم از خانم مرسدس سوزا تشکر میکنیم برای این صدای زیبا، موسیقی خوب. و حمید عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. با سلام دوباره. ببینید رفقای عزیز، دوستان عزیز، امیدوارم خسته نباشید. و اما موضوع وزیر امور خارجه در سوئد هست که
ایشان چند مدت پیش، یعنی 3-4 ماه پیش، در یه موزگیری نسبتا خوب بر علیه دولت عربستان سعودی برای شلاق زدن یه متعرض، یه افشا کننده سیاست های دولت عربستان سعودی و رابطه دولت سوئد و دولت عربستان به هم خورد، یعنی یکم این بر اون بر شد. و ایشان را توری کردن که 2 هفته پیش وقتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آمد سوئد، ایشان خیلی مؤدبانه تمام اون خصوصیات که در جامعه سوئد بهش خصوصیات پذیرفته شده میگن زیر پا گذاشتن و اصلا به طرفش نرفتن که دست بهشان بدن یا آقای وزیر امور خارجه ایران ناراحت بشن و دست بهشان ندن و این باعث میشه که در جامعه یه مسئله پیش بیاد، همونطور که به اصلا چند وقت پیش آمد از سوئد. منظورم چی از این؟ منظورم اینه که وزیر جان، همونطور که خودت در صحبتهای خودت بهش اشاره کردی، من این که سینما مهمه، هنر مهمه، مثلا سینما خب یه چیزیه که با میلیون ها سر و کار داره و میتونه چه کارهایی که بکنه، من همه اینا رو میدونم. مثلا با یه نشان دادن این که تپاله گاو سلاح کشتار جمعیه، 1 میلیون انسان را در یک مدت خیلی کمی کشتن. و جامعه جهانی هم قطع رو شد. ولی برای اینکه مبارزه با این بکنیم، من مسئله هست چطوری مبارزه با این بکنیم. من برای همین پیشنهادم اینه که اگه میخواییم مبارزه با هنر جمهوری اسلامی بکنیم، نمیشه مبارزه با هنر جمهوری اسلامی کرد، مبارزه با قراردادهای سرمایه‌داران با جمهوری اسلامی نکرد، با رابطه های جمهوری اسلامی و دولت ها نکرد. نمیشه. من میگم نمیشه، شما میگی میشه. ببینیم به حساب چطوری است. شاید من اشتباه میکنم، شاید من تو عالم هپروت هستم واقعیتش، ولی تجربه نشان میده که اینطوری نمیشه. وقتی ما نتونیم جمهوری اسلامی را به عنوان یک چیز اجتماعی در جامعه به محکومیت بکشانیم، یک جنبش را بر علیش بسیج کنیم، اون وقت از مبارزه کردن با هنرش هم عاجزیم. اون وقت گروه تشکیل یافته ما که 10 نفر بود، 1 نفر مثل بسیج تمام میشه که بهتا میمانه که دیگه این بسیر اگر هرچی هم بشه از این مبارزه دست بر نمیداره. ولی قرار نیست که اینطوری بشه دیگه، چون اینطوری که نمیشه، پیش نمیره. اینا من هیچ به حساب قصد هیچ چیزی نداشتم، قصد این نداشتم که بسیجا شما
با سیاست سر و کار نداری یا با احزاب سیاسی سر و کار نداری، تو جلساتشون شرکت نمی کنی، تو چیزاشون شرکت نمی کنی. نه من مثلا اینه که راجع به این مسئله ای که میخواییم یه مبارزه را سازمان بدیم که یه دولتی را بغل نشینی بکشانیم دیگه. نمیشه با سیاست کلیش مبارزه نکنیم، نمیشه با سیاست کسانی که از این دولت حمایت میکنن و از این هنر حمایت میکنن و از این سینمای به حساب فستیوال کان حمایت میکنن مبارزه نکرد. یه جنبش بر علیه آپارتاید آفریقای جنوبی راه افتاد که در تمام زمینه ها راه افتاد و در زمینه سینما هم پیش رفت. من در صحبت اول من اشاره کردم من واقعا معتقدم یعنی حتی اگر میخواییم یه شاخه رو قطع کنیم که دوباره شاخه در میاد، در مسائل اجتماعی باید یکم ریشه‌ای تر به مسئله نگاه کنیم، ببینیم که چه منافعی پشت این خوابیده که از داور یا کسی مسئول فستیوال کان به اصغر فرهادی زنگ میزنه و میگه شما بیایید اینجا. این چه منافعیه؟ این چه طبقهیه که منافعش ایجاب میکنه که به چنین خاری متوسل بشن؟ اینه که من چون به حساب اهمیت اتفاقا اهمیت این هنر سینما را میشناسم تا اندازه ای که به حساب یه کسی که علاقه ای داره، نه من در کار مانند شما نیستم به قول شما، ولی کسی که به حساب به مسائل اجتماعی یه علاقه ای داره، کسی که از یه دیدگاهی به مسائل اجتماعی نگاه میکنه یا مدعی است که دیدگاهی به مسائل اجتماعی نگاه میکنه از دیدگاه طبقه کارگر، وقتی که به مسئله نگاه میکنم، وقتی که این تجربه این چند سال رفتیم، مثلا من ما هم رفتیم دانمارک، این شجریان آمده بود جلوش تظاهرات کردیم و خیلی از کارهای دیگر، و اما یک کار موفق رو بگم برای یک تجربه فقط، تو جنوب سوئد یه جنبش فاشیستی بود که این هر سال در 30 نوامبر یه تظاهرات نازیستی میذاشتن و جامعه رو خب تحریک میکردن. ما بر علیه این شروع کردیم به حرکت کردن، آمدیم نشستیم گفتیم خب ما خیلی تظاهرات کردیم، چرا این تظاهرات ادامه داره؟ بعد به این رسیدیم که تو اطلاعیه های ما، تو نوشته های ما، تو شعارهای ما، تو چیزهای ما مسئله را اتفاقا ریشه‌ای بررسی کنیم، رابطه فاشیست با سرمایه را توضیح بدیم، بگیم فاشیست در خدمت کی هست. بعد از 4 سال خود دولت این گروه را، این تظاهرات را ممنوع کرد. میدونی چرا؟ چون دید که دارن مسئله فاشیز با جامعه سرمایه‌داری مطرح میشه، داره منافعش مطرح میشه، داره میگه که این در خدمت کی هست، داره میگه که حتی این کلت به حساب تراشیده ها اینا بدبخت هایی هستن که مثل من. و اینجاست که اگر بتونیم، من فکر میکنم اگر بتونیم
اگر موفق بشین چنین جنبشی را در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با دیدگاه سرمایه داران، دیدگاه اسلامی، دیدگاه به حساب اینکه سرمایه چه منافعی از این داره، چرا اینا به حساب میان اینجا، چطوری هست، اون وقت من فکر میکنم یکم میریم جلو و جامعه جهانی را اصلا به طور کلی یه تغییراتی را ما هم باعث میشیم که با وجود بیاد. همانطور که امروزه میبینیم دیگه جنبش ها هستن، ما هم رابطه میگیریم با این جنبش ها، ما هم در این جنبش ها میریم، درد من با درد این جنبش ها به قولی نقاط تقاطع پیدا میکنه و اون وقت هست که این جنبش هم به طرف ما میان و میتونیم کاری بکنیم که اون هدف که میخواییم سینمای جمهوری اسلامی، این منافع سیاسی که جمهوری اسلامی از این میبره را بزنیم عقب، موفق بشیم. و این که مثلا فیلم فلان چرا سردر کودکستان امام حسین گذاشته، این رو از دولت، از خود دولت استرالیا باید پرسید که شما چرا $1,000,000 استرالیایی رو دادید ولی سردرش اینطوری باشه؟ چون به منافع اونه، چون به منافع اون خدمت میکنه. با قول علی جان نباید اسم استرالیایی اونجا مطرح بشه. اینه، سرمایه دارای اینطوری حرکت میکنن، سرمایه دارا داعش را با وجود میارن، داعش را تقویت میکنن، داعش کردها را میزنه، خانه ها را ویران میکنه، ستا در آتش میسوزنه، قتل ها میکنه، بعدم خودش میان امروز با کردها بر علیه داعش میجنگن. اینطوری عمل میکنن فری برده عزیزم، اونطوری عمل نمی کنن که دولت استرالیا بیاد اسم خودش را مطرح کنه. اصلا باید سرکار ندار، برایش بیاهمیت هم باید یه چیز دیگری جلو بره، یه چیز دیگری جا بیفته، باید اون مستقل از دولت دولت فلان حتی مورد خطا قرار بگیره از نظر دیگه که بهش نگاه میکنی. این به حساب همونطور که به حساب در صحبت اولم بهش اشاره کردم، سیاست اینطوری عمل میکنه، سیاست روباد با ما بادی نمیکنه. طبقه حاکمی، طبقه که اصلا پایه گذاریش بر دروغه، پایه گذاریش بر هیلگریه. اگر دروغ نمیگه چرا مالکیت دیگران رو قطع کرده؟ مالکیت دیگران رو قطع کرده، بر دیگران داره حکومت میکنه. اینه که اصلا ریشه این بر دروغه و اینجاست که باید یکم، به نظر من یکم ما هم یکم عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم و بسیار به این مسئله نگاه کنن که چرا اون گروه ازم پاشید، چی شد، چرا اونا رفتن، آیا غیر از اینه که یه منافعی در کار بود، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه. اینه که من فکر میکنم با چنین جنبشی در یک طولانی مدت میتونیم یک کارهایی را انجام بدیم، در یک جاهایی موفق بشیم.
و اگر نه من فکر نمی کنم، من فکر نمی کنم با جدا کردن سینما از سیاست، با جدا کردن سینما از اقتصاد بتونیم چیزی را پیش ببریم. هر کدومان درست در یک رشته به قولی چیزایی را بلدیم، یا برای همین هم هست که از ما به حساب از صدای ما از نوشته های ما حراس دارن. آره بطری جان، شما تا امروز نوشته های مرا هم تو سایت های بسیاری هستن دیدی؟ ندیدی دیگه. چرا؟ مگه برایشان نمیره؟ مگه نمیبینن؟ مگه نمیخوانن؟ چون میبینم به ضررشانم، میبینم، میبینم که کسی که خب میاد از حمله امریکا به لیبی دفاع میکنه، خب نباید نوشته من رو سایت اون بره، نباید صحبت من از دستگاه های ارتباط جمعی اون پخش بشه. مسلمه اینا که من فکر میکنم به حساب همونطور که گفتم میتونیم یه کارایی بکنیم، ولی با این نگاه، با این نگاه که مسائل در هم تنیده شده و یک گره ای را باید پیدا کنیم به قولی در یک زنجیر، اون گره اصلی اون به حساب اون را پیدا کنیم، اون را بکشیم تا زنجیر کشیده بشه، تا لایقل یه فشاری وارد بشه. مرسی دوستان، بازم شب خوش به شما ها میگم، خسته نباشی به شما ها میگم، بس اینجا خسته نباشی، در کارت ادامه بده عزیزم، منم که میگم ادامه بده، ادامه بده تا به یه جای برسی. مرسی. خیلی ممنون حمید عزیز، شما هم خسته نباشین، دوستان همگی خیلی خوش آمدین. من اگر کسی مایل هست که نوبت بگیره لطفاً این کار رو انجام بدین که بعد از فریبرز عزیز اگر کسی نباشه خب نوبت ها رو میبندیم و از بصیر عزیز میخواییم با یه جمع‌بندی برنامه رو امروز خاتمه بدن. و باز یه بار دیگه میگم که ما هفته آینده بحثی در رابطه با لیبی، سوریه، یمن داریم با دوستمون سیروس بینا، در اونجا ریفرنس هایی داده شده، کسایی که مایل هستن چندین مطلب هست که میتونین نگاهی بکنین اگه مایل هستین و در هفته آینده آماده باشین. حمید عزیز خیلی خوشحال میشم اگه شما هم تشریف بیارین و بحث بسیار مهم و جالبی خواهد بود. فریبرز جان بفرمایید، میکروفون برای شما. بله سپاسگزارم، امیدوارم صدای من باشه. عرض ادب دارم خدمت دوستان و مخصوصا دوستانی که تازه به اتاق پیوستن، سپاسگزارم، مرسی. پوزش میخوام که من اگر دفعه اول که صحبت کردم خدمتتون عرض کنم نتونستم اون سوال مطرح شده خودم رو به اندازه کافی با اتاق موضوع اتاق ربط بدم، ولی به عنوان یکی از کسانی که طرفدار این موضوع بحث که هستش میخوام صحبت کنم، و اونی هستش که کاملا از دید من هر کسی که این فرضیه رو که به حساب نوشته کاملا من باهاش موافق هستم، چون تجربه شخصی دارم از کشور استرالیا. با اینکه کشور استرالیا کشور کوچیکی هستش در مقایسه با اروپا و آمریکا از دید فیلم، ولی بحثی که من میخواستم خدمتتون عرض کنم این هستش که ما چون صحبت از جشنواره فیلم هستش، در کشور استرالیا 5 تا جشنواره داریم. یکی جشنواره فیلم سیدنی، جشنواره فیلم کانبرا یا کمبرا، جشنواره فیلم ملبورن، جشنواره بین المللی فیلم
سیلک رود و جشنواره فیلم فارسی استرالیا. یعنی در حقیقت ما 5 تا جشنواره در استرالیا داریم در رابطه با فیلم، و من میخوام خدمتتون عرض کنم که بدون رو درواسی و بدون اینکه خود سانسوری کنم بگم هر این 5 تا سازمان به جمهوری اسلامی مربوط هستند، یک به یک نوعی مربوط هستند و سعی میکنن که تاثیرگذار باشن روی مدیران جشنواره های استرالیایی که چیکار کنن که اونا هم بده بستون بکنن. جایزه من جایزه میدم، شما هم جایزه بدین، ما جایزه میدیم، شما هم جایزه بدین. و اون این هستش که کاملا درسته اون فیلمی هم که خدمت جناب بصیر نصیبی من عرض کردم، نه به خاطر اینکه شاید رفتم زیاد تو جزئیات، باید کلیتر میگفتم، و اون کلیتر گفتنم این هستش که من میگم یک شخصی به نام آقای امین پلنگی فیلمی در استرالیا درست کرده از یک یتیم خانه در افغانستان. بر حسب اتفاق در همین دوره فیلم دیگری هم در ایران همزمان با این فیلم در جزء آخرین فستیوال فجر بودش به اسم یتیم خانه ایران از آقای ابوالقاسم طالبی که در همین چند وقت پیش در ایران به نمایش گذاشته شد. خب میبینیم که فیلمی که در استرالیا درست شدش، فیلمی که در استرالیا درست شد جایزه گرفت. یعنی موضوع بحث ما یکی اینه که فیلمایی که از ایران میره تو جشنهای بین‌المللی، من به اون اشاره نمی کنم چون معلوم اطلاعاتم در این رابطه خیلی کمتر از بقیه دوستان هستش، صاحب نظر نیستم، ولی اون قسمت دومشو که مربوط میشه به جشنواره‌های ایرانی که جایزه میدن به فیلمای دیگه، اگر ما من خودم فیلم یتیمخانه ایران رو ندیدم و نمیتونم زیاد نظر بدم، ولی برام جای تعجب هستش که چطور فیلم یتیمخانه ایران رو ما در هیچ جای دنیا نمیبینیم، در ایران هم جایزه ای نمیگیره، ولی فیلم یتیمخانه کابل در افغانستان جایزه میگیره. سوال من این هستش، هدف جمهوری اسلامی از دادن جایزه به آقای امین پلنگی که پدرشون در خدمت جمهوری اسلامی کار میکنن، از خام هزار تا به اسم تو لیست هزار نفری هستن که اسوشییت هستن با جمهوری اسلامی، به یک دلیل میتونه داره. یکی از دلیل هایی که به نظر من میتونه داشته باشه که جمهوری اسلامی به فیلم ایشون جایزه میده، آیا به خاطر امام حسینه به نظر شما؟ خب یا اینکه هدفشون پیشبرد هدفهای اسلامی هستش؟ اون صحبتایی که جناب ایلیجان کردن، آقای حمید کردن و دیگر دوستان کاملا منطقی، واقعا منطقی. ما با فرمودن که دوستان حمید خان گفتن که باید شما به دولت استرالیا اعتراض کنید یا بگید چرا اون 1 میلیون رو دادن، اینو از طریق چریتی ها جمع میکنن، از سازمان های بنگاه های خیریه جمع میکنن. یه مقداری هم استرالیا اولش خب چیز میده، بورس میده برای کسانی که فیلم ساز باشن دیگه، نمیتونه جلو به موضوع اونا زیاد دخالت بکنه. ولی جالبیش اینه، یکی از دلیل هایی که جمهوری اسلامی به آقای امین پلنگی به فیلم ازدواج در کابل میاد جایزه میده، به خاطر اینکه اولا تشکر کنه ازش که خیلی ممنون شما نیومدی این فیلم رو در ایران درست کنی. اگر واقعا نگرانی، یعنی میخواد علت دادن جایزه به اینی که موضوع یتیم خونه بودش، پس چرا اون یتیم خونه ایران، فیلم ایران اون جایزه نگرفت؟ چرا اون یکی؟ چرا؟ چون از این ور آقای کارگردان میخواد روابطش رو با دستندرکاران مدیران جشنواره غربی که شامل استرالیا هم میشه، میخواد روابطش رو با اونا خوب بکنه، و فرض کنید فیلمی هم که از استرالیا اومده یه جایزه ای بگیره، اولا اون پوله میادش همیشه هر سال 1 میلیون دلار، بعد از اینکه فیلم 4 سال گذشته هنوز سال 1 میلیون از استرالیا میره برای افغانستان، برای همین یتیم خونه. خب کار انسانی، خیلی هم کار خوبی، ولی چرا جمهوری اسلامی به ایشون جایزه میده؟ دلایلش به اندازه کافی قانع کننده برای شخص من هستش، چون ایشون در راه اهداف پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی کار میکنه. ببخشید که دفعه قبل من نتونستم اینو توضیح بدم، سپاسگزارم از وقت. میکروفون در اختیار شما پرواز عزیز و خسته نباشید.
ممنون فریبور جان از شرکتت در بحث و سوالی که مطرح کردی. به هر حال ما اینجا صحبت زیاد داریم، این یک گوشه ای از صحبتایی که در رابطه با سینما هست. حتما من از بصیر عزیز دعوت میکنم که مثل گذشته اگر فرصت داشته باشن حتما بیان راجع به مسائل دیگه هم که شما بعضی‌ها رو مطرح کردین و بعضی دوستای دیگه مطرح کردن، حتما بر ما صحبت کنن و یا اگه دوستای دیگه هستن که مایلن موضوعی هست. من در اینجا از بصیر عزیز میخوام که میکروفون رو بگیرن، اگر دوست دارن صحبتی دارن در رابطه با صحبت های دوستای عزیز و یه جمع‌بندی، و فکر کنم دیگه روم رو بعد از اون با یک موسیقی و سرود انترنسیونال میبندیم. موسیقی که به افتخار دوستان عزیز ماخولا و زورباس موضوع روم که سینما هست پخش خواهیم کرد و بعد با سرود انترنسیونال روم رو میبندیم و بعدم باز صحبت دارم. بفرمید بصیر جان. اوکی، بصیر اشکال پیدا کرده و فکر کنم که منم صدایشون رو نداشتم. خواهش میکنم زورباس عزیز و ماخولای عزیز. خب اگر یه کسی، من نمیدونم بصیر رو در لیست دارین، آهان فکر کنم داره ریبوت میکنم، بس من این موسیقی رو به افتخار دوستای عزیز میذارم. بصیر جان هستین؟ صدا دارین؟ اگه صدا دارین دو بزنین، اگر نه که ما یه میتونیم موسیقی پخش کنیم. اوکی پس شما بفرمایید بعد از شما که هیچ وقفه نیفته در بحث شما. آن این شور دست شما رو میبینم بالاست، آیا برای سوالی در رابطه با موضوع هست که میخواین صحبت کنین یا اینکه میخواین موسیقی پخش کنین؟ اگر اینو اگر سوال دارین، آها موسیقی، پس صبر کنیم بعد از بصیر عزیز حتما بهتون نوبت خواهیم داد. بفرما بصیر جان. که سینما ایزاد که در وقت چه بیننده های بسیار وسیعی داره، حتی ویبسایت ما تخصصیه، ولی ماهی آخرین رقمی که داشتیم 20,000 نفر باید این سایت تخصصی که معمولا میزان واجنش کمتر میشه. خب رابطه ما با فیسبوک هم هست که دوستان میان هم نظر میدن اینجا، هم اشتراک میذارن. در حقیقت از اون طریق هم وقت یعنی ما این حرفای امتر ما این اکاس جدا از همین به سر پارتاک هم خواهد داشت. و یکی دوستان ما که با خانم سایه سعیدی سیرجانی در یک رادیو نام رادیو مادر رو داره میکنن، یه ایمیل به من قبلا زدن که اشتیاق داشته دارن که در اون رادیو هم
این جلسه امشب رو حقیقت بازتاب بدم که من لینک و اینا کامده شد برایشون میترسم. به طور کلی گفتم که چند بارم گفتم حرفای ما برخلاف اون که تصور میشه که مثلا ما چون تعدادمون کمه به اندازه تعدادمون هم این اکاس داریم، نه اینطور نیست، چون ما روی مسائل حساسی انگشت میذاریم، هم اطلاع میدن خبر میدن. فکر نکنیم مثلا رادیو این رادیو امریکا اینا نمیدونن ما این حرفا رو میذاریم. امسال این فرهادی و اون شهابشون و اینا وقتی برگشتن یه جلسه ای گذاشتن که این جلسه تا حالا همچین چیزی رو نمیذاشتن. یه جلسه ای گذاشتن، مسئله شون این بود که ادهی که حالا همینطور دنقلاب و محال میگن اینا میخوان بگن این جایزه دقیقت ساخت و پاخت شد و از این چیزها، به این مسئله جواب میدادن. خب اینه کی میگه؟ دوم خدادی ها که نمیگن، جمهوری اسلامی که نمیگه، حامیان حکومت که نمیگن، اون بخشایی که مشتاقن و در قد فکر میکنن اینها این جوایز اینا به ما افتخاری میده، اونا هم که نمیگن. بنابراین در قد همین حرفای محدود ما، نمیگم من، ما، همه ما که کوششایی که کردیم در همین زمان این انعکاس داشت و این انعکاس داشت که اونها رو وادار کرد به اینکه یک کنفرانس مطلوب ده. همشون هم نشسته بودن، یکی از حتی به اصطلاح کسی که سوال کننده بود از اون خانم بازیگر که خب جایزم بهشون نرسید سال دیگه، بعد خیلی شعارهایی میداد که به اون یکی از این دانشجوها بودن که بودن در جلسه بحث و گفتگو بود، یعنی همین اصلا محور کلامشون همین رفتارهای ما محدود معدودها، ما حد اقلی ها بود، اصلا با این انگیزه، یعنی این انعکاس پیدا میکنه وقتی که حساسیتی باشه، عادی نه. خب این خانم بازیگر زن فیلم یک شعارهای میداد که به یکی یاد میداد شما این چه حرفایی میزنین، شما به تساوی حقوق اصلا معتقد نیستی، حرف شما تبعیض نژادی و از این چیزا. من حتما همون وقتی داشتم این کنفرانس رو برام فرستادن که گوش کنه، خب من بعضی چیزا رو دوستان از ایران لطف میکنن و میفرستن، من یا در جهان قرار نمیگیرم یا اینقدر بعضی وقت خب واقعا سخته دیگه، منم یه نفر خیلی از همین که حدی که کار بکنه و این خب من بعضی وقت فرصتم نمی کنم. این همین خانم که خیلی دم از نمیدونم حقوق ملیت ها میزد و نمیدونم تبعیض نژادی نکنی، یه چیزی بود که من توی وبسایتم هم توی فیسبوک هم منتقل کردم که از این رفتاری که خود اینا با افغانی میکنن، یکی از افغان ها میکنن، یکی از این خبرنگارهای همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفته بود و داشت مثلا بازدید میکرد از یکی از این رستوران ها اینا. رسید من توی فیسبوک هم کسی تماس داشته باشم و میتونم ببینن، اگه حتی عضو گروه من فیسبوک ما میباشم میتونم ببینن آزاده بر، یعنی من باز گذاشتم که خانم که این به افغانه آمد با گفت که
به شما کارگر افغان، افغان هستین؟ گزارشگر آمده گزارش تهیه کنه. گفت بله. گفت اصلا میدونین شما در مواد غذایی کار میکنین؟ برای افغان ها کار کردن در مواد غذایی جرمه. و عیناً یه بچه دیگه افغان در همون سن 15-16 باز همین، گفت شما افغان هستین؟ بله. بازم همین نظر داد که اصلا این جرم مرتکب شدین که در این جایی که مواد غذایی برای ما خیلی مهمه، یعنی شما کثیفین. شما خب ببینیم، خجالت آور نیست خانم بازیگر؟ شما میخوای به یه نفر که تو اون سوالی کرده درس بدی و بعد دم از این تساوی حقوق میزنی، دم از انسانیه. حالا گیرم شما چه به سر این افغان ها میارین و آوردین؟ هرچی فساد این ممکن سر تا پاش فساده و همه رو به افغان ها دین. ولی این داره میگه افغان اصلا جرم مرتکب میشه اگه بره توی جایی که مواد غذایی هستن بشن. و بعد شما خانم اینچنین شعارهایی میدین وقتی که اینها میخواستن با آمریکا آشتی کنن سالها قبل، گروه حسن نیت فرستاد جمهوری اسلامی با آمریکا که این گروه توش تحمیل میلانی بود، اون خانم تهیه کننده فیلم جهان ملک خزایی که قبلا اپوزیسیون بود، حالا اونجا داره کار اون بود، و نیکی کریمی بود. اینا رفتن آمریکا و اونجا وقتی که داریم میگه ما اصلا در جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداریم. خانم نیکی کریمی خودش رو جمهوری اسلامی ممنوع المدتی ممنوع الشوخ کرده بود به دلیل اینکه به دلیل چون بافت خانواده در جمهوری اسلامی خیلی مهمه، ایشون از خانه همسرش جدا شده، پس بنابراین این مرتکب خطای بزرگی شده، ممنوع الشوق میشه. خب ببینید، را خیلی چیزهای دیگه هست، اونا توی پژوهش‌های دیگه من هست که اصلا چقدر ممنوع الشوق کردن. اون یکی میگفت کلشو ترشیده، اون که گفتن چه کلش، اون که گفتن که نمیدونم توی فیلم نقش بچه گرفته، اون یکی دستمزد زیادی خواسته. به این دلایل اینها رو ممنوع الشوق میکنن. پس ببینیم که مسئله این که ایشون اشاره کردن که این در حقیقت مسئله مثلا سیاسی اهمیت داره و مهمه، من خودم همیشه حرفای خودم این بوده، همیشه گفتم تا هر جایی که مناسبتی داشته این رو گفتن که آمیزه این دوتا با هم، یعنی اگر فعالیت سیاسی توأم نشه با حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی، ما به نتیجه نمیرسیم. این به یه نوع همون حرفه. و من وقتی که توی گروه های سیاسی میرم اساسنامه فلان چیزشو میخونم، اصلا چیزی که اینها اصلا براشون مطرح نیست، این یعنی هیچ چیزی ایده داده، فکر داده، نمیدونم با حقوق بشر بخونه، نمیدونم با کوروش منافات نباشه، از این چیزها رو نمیدونم تمامیت ارضی رو حفظ کنه، از این چیزها تو اون بیانیه‌ها و به اصطلاح اون اطلاعیه‌ها و اون مانیفست احزاب اصلا هیچ چیزی من ندیدم، برخورد نکردم که یه بخشم داشته باشه که در حقیقت
مسئله فرهنگ چی میشه؟ این همونه. پس گروه سیاسی هستن که در بایستی مسائل فرهنگ فرهنگی رو که همون کلش میشه، نقاشی میشه، شعر میشه، سینما میشه، تئاتر میشه، خب اقداماتی که مثلا در ما در شعر اگر امروز یک شخصیت سیاسی شعر معروفه به اصطلاح مشخصه و شناخته شده است، خب این رو شاعران انجام دادن، شاعرانی که عضو سازمان اگر هم قبلا بودن سیاسی نبودن، شاملو عضو سازمان سیاسی نبود که این نقش رو اعلام کرد، درش توجه کرد، به ارزش های فرهنگی توجه کرد. نادر نادرپور باز شاعر بود ولی به این مسائل توجه داشت، حتی در اون روزنامه کیهان لندن در حقیقت مطالبش چاپ میکرد. وقتی که اون در خاتمی موضع گرفت و همراه با دوم خرداد نشد، از روزنامه کیهان مطالبش رو کلن قطع کردن، برداشتن، برای ما این حرف من خیلی تفاوت نداره، ولی اگر من خودم میدونم میزان اطلاع و آگاهی من به مسائل سیاسی نمیتونه به حد به اندازه یک فعال به سیاسی باشه، خب من در این زمینه کار خودم هستم، حرفی میزنم، کاری میکنم، خب من بایستی از طریق اون سازمان سیاسی تقویت بشم، همطور که اون سازمان سیاسی هم بایستی مسائل فرهنگی رو در کاراش منظور بکنه. منظور اینه. و خب ببینید، یک سینما خب یه هنری است که تفاوت داره با مثلا شعر. خب شعر بسیار هر شعری نه، خب شاعری مثل شاملو باید باشه تا این شعر به این درجه از اعتبار برسه. برای ولی وقتی که ولی شاملو ذهن سیاسی داره ولی عضو معذرت گروه سیاسی نیست، زبان شعر میبره جلو با ایستادگی، با نقدی که راجبه مسائل فرهنگی میکنه، که حتی به جشنواره‌هایی که در زمان شاه بوده ایرادهای میگیره، میتازه، خب نظره، ولی اگر ممکنه مثلا من موافق نباشم مثلا با نظر شاملو در باره جشن و نه، ولی این به این مفهوم نیست که شاملو باید حرف خودشو بزنه و انعکاس پیدا کنه و مؤثر باشه که هست. بنابراین واقعا اگر شعر سیاسی میتونه به صورت مطرح بشه و رشد بکنه، حضور این شعرا در رشدش اثر داره. خب سینما همینطوره. ببینید تو تفاوت اینه که شاعر وقتی که میخواد شعر بگه، این رابطهش یه چیزی که میخواد، یه قلم کاغذه، نصف شب با میشه خوابش نمیبره، یه شعر میگه، همونطور که این دوستمون گفت، خب این شعرها تأثیر مسائل اجتماعیه، اگرم نیان این اداره سانسور بیاد جلوی نشر این شعر رو بگیره. اون خودش هم میگفت اصلا
من نمیدونم چه جوری، یه حس شاعرانه ای هست که در حقیقت به موقع قلم روی کاغذ میاد و حس منتقل میشه. خب یه سینماگرم این حس رو داره. من امروز ببینید وقتی که یکی از کارگردان ها که میخواست با اینا از زمان شاخ بود و میخواست با اینا کار بکنه برای اینکه به اینا امکان بده و ازشون دقیقا به نوعی برای اینا یه خطی بده که من با تو با شما همراه هستم، این گفت که من یه خیابونی زندگی میکنم که این به یه از این شعبه های زندان که من به چه شکلی تو هست و یه عده همیشه دم در ایستادن میخوام برن یا عده دستمند بستن به این جزا. میگو من از یه خیابون دیگه میرم، یعنی نمیخواد تأثیر بگیره، نمیخواد این منظره رو ببینه، این روش اثر بذاره، اما ببینه روش اثر میذاره. وقتی اون اثر گذاشت بعد اون استعداد سینما داره مطرح میکنه در سینما. خب این اثر گذار این دیگه تأثیرش تقریبا به تصویر به واقعیت پیوند میخوره و ماندگار میشه. خب وقتی شاعر شعرشو میگه، حالا قصه نویس هم میتونه همون شب بشینه یک تر یک قصه رو بده. فیلمساز این امکان نداره. فیلمساز اون فکری که اون اندیشهی که داره، این وقتی حالا از سینمای حرفه‌ای صحبت میکنیم، این اندیشه وقتی بخواد تصویر بشه، خب آقایی که اون کارگردان از یه خیابون دیگه میرفت، من این که کار سینماگرم و کار سینما میکنم، فکر کنین در اون لحظه ای که این عوامل حکومت دارن روی زنا اسید میپاشن در همون چهارباغ اصفهان، نمیدونم در اون خیابون بود، این وقتی که در اونجا هست این اثر میگیره. اگر شاعر باشه میتونه همونجا تو ذهنش پرورش بیاره و پرورشش بده بعد. اگر نویسنده باشه میتونه اینو در حقیقت طرح از قصهش بده و ازش یه قصه در بیاره. خب فکر کنید تمام نوشته ها اینا از همین زمین های دیده های اجتماعی که نمیشه تو شما منکر بشید که این دیده ها در این اثر میذاره. این کارش سیاسی بود، این مقاله سیاسی مینوشت، اما کارش چیزی که ای موزیسین هم باشه بسیار از قطعات موسیقی ساخته میشه از همین واقعیت هایی که یه موسیقیدان تو اجتماع میبینین تثر میذاره، یه کار میسازه. سینماگر سینما سنری سرمایه است. برای اینکه این اندیشه رو تصویر کنه بسیاری از مسائل هست که اولا این ته رو بیاره یکی پیدا کنه، ما داریم از سینمای حرفه‌ای صحبت، بیاره یکی به اصطلاح سرمایه گذار بشه یا بعد بره میخواد دولت پولشو بده یه جوری تنظیم کنه دولت خوشش بیاد، بعد تازه سناریوشو خوشش بیاد، بعد یه جوری تنظیم کنه که اگر بخواد کار کنه. اما اگر همین سینماگر بخواد کاری بکنه که این کار سریع به حقیقت جوابشو بگیره، خب این مجبوره با یه کامرای معمولی، همین دیجیتال های کوچیک میشه با اینا الان خب فرق کرده دیگه، به همین که سینما دیجیتال شده خیلی از امکاناتی که اصلا ما باید با فیلم های 16 میلیمتری ریورسال کار میکردیم که اونم بسیار
آسیب میبید یا پول فیلم رو بر نمیگرش یا این مسئله. خب ولی وقتی که یه سینماگر تجربی باشه بخوای کار اونجوری کار بکنه که دقیقه جد کارها، خب اون سریعتر انجام میده. ولی اگر از سینما به عنوان حرفه که اینجا صحبت شد و فیلم هایی که اینا میسازن صحبت میکنیم، اون اگر اون ذهنم داشته باشه امکان در حقیقت کارشون نداره. بعد سینما زیر زمینی باشه، نه زیر زمینی قلابی خود حکومتی که اخیرم الان دورش هم بهمن قبادی و اینا مطمئن ما سینمای زیر زمینی داریم، یا فیلم جعفر پناهی که علنی با خانم با هم دیگه توی ماشین میشه و میگن در این فیلم علنی مخفی میسازیم و بعد به فستیوال بدیم که بعد خانم کلودیا هات بیاد تهران و فیلم برداره بره و جایزش هم حاضر. نه اونا محسوسه، یعنی ما یک سینماگر در شرایطی که این سانسور و خود سانسوری که اولا آسیب میرسونه هست، نمیتونه به اون راحتی که شاعر میتونه شعرشو بگه، نقاش میتونه ذهنشو، یه قلمو میخواد یه بوم. این سینما آلوده مسائل اقتصادی شده، هزینه داره، هزینه بالا داره. همینه که سینما تو ایران دولتیه، سینماگرها گروه دولتن، قدم به قدم کارشون کنترل میشه. یکی از دوستانم توی بحثاش صحبت از این میکرد که چجوری فیلم میگیرن، چجوری سانسور میکنن، چی کار میکنن. نه نمیدونم، من شاید در صحبت های قبلی من به حال پژوهش دارم روی سینمای به اصطلاح این تاریخچه سانسور فیلم در ایرانه که این پژوهش شروع میشه از اصلا از آغاز که سینما وارد ایران شد، چون سینما زود وارد ایران شد، عقب مونده بود سینماش، ولی از نظر زمان همزمان با اروپا توی ایران که اول تو تهران بود به اصطلاح فیلم های ناصامت اون زمان وارد ایران میشد، نشون داده میشد. قبل از اینکه سینما ساختن فیلم ساختن تو ایران بشه، نمایش فیلم تو ایران خیلی زود در حتی خیابون علادوره اونجا سینما درست کردن و بارز دود فیلم نشون میدن. پس باید مرین میبینیم که این و بعد اصلا اگر حتی من دیگه در باید سینما آزاد مفصل صحبت کردم در اون برنامه که ویژه اون بود که توی منتقلش کردم در وبسایتم هست، اونجا میگه اصلا انگیزه ما از ایجاد سینما آزاد این بود که در اکران عمومی یک اول وجود سانسور و دوم مسئله بودجه، یعنی ما فاصله خودسانسوری در اجتماع بود اون وقت که ما کار میکردیم، خب اونو کارش نمیشه که توی همه خودسانسوری ها بود، ولی جدا از اون این سریع ما میرسوندیم و چون فیلم های ما به اداره سانسور نمیرفت، جدا از این که تو فستیوال ها مامورین تشریف میآوردن و ما رو سرفراز میکردن و بعضی فیلم ها میبونن، صحبت کردم برنمیگردم بهش دیگه، میتونستیم کارهای نزدیکتر بکنیم به اندیشه خودمون. میگم خودسانسوری هممون داشتیم طول تاریخ ایران، هم ما تا اونجوری که ما بیاد داریم همیشه این خودسانسوری در اندیشه ما بوده، برای اینکه حکومت ها مستبد بودن و بعد ترس بوده و ماهی دائم باید خودمون رو سانسور میکردیم. بعد ولی سانسور فیلم در ایران اگه بیم پس سینمای حرفه‌ای رو بگیم،
اینطوری هست که شما وقتی میخوای کاری بکنی اینا یه طرح میدی، این طرح رو به وزارت ارشاد اینا میدی، اون طرح رو اینا این ور اون ور میکنن، پس و پیش میکنن، اون ور اون ور میکنن، پیشنهاد میدن، اولش رو، دومش رو، آخرش رو، تمام این کارهایی که انجام دادی بالاخره یه طرحی هست، این طرح رو به سناریو در میاری، باز در این مرحله باز کنترل میشه، یک شورای در این همین وزارت ارشادشون هست که این اسمشون که الان ما نمیدونیم، شاید اینه که تو داخل ایران هم بدونن، اونا کنترل میشه، همه کارا رو انجام میده، بعد باز تو این مرحله هم کم کردن و زیاد کردن همه اینا داره، تازه این مراحل که تموم کردی خب این فیلم نامه وقت، خب این فیلم حالا علاوه بر اینها این نیست، اگر شما داری فیلم میسازی، فیلم ساز، فیلم بردارت بایستی مسئله نداشته باشه با حکومت، ولی نه نمیتونه سر فیلم بردارت بکنه، پس بازیگرایی که ممنوع میکنن در اون زمانی که ممنوع هستن حق بازی در فیلم ندارن، عوامل فنی فیلم هم در جمهوری اسلامی زیر دقیقت کنترل، همه این کارا رو کردی، فیلم ساخته میشه، مثلا میخوای بدی بازبینی که اونجا شروع میشه که چه تا چقدر و چه بکنن، چجوری بگیرن که و همه این مراحلی که طی شد و سناریو دقیقت همه طی کرد و حالا که معمولا با یه بودجه دولت همه امکاناتش همین دولت میده به همون فیلم ها ساخته شد و همین کار ساخته شد، باز بینی داره، هم در اداره سانسور یه مأمور امنیتی علاوه بر اون هست که حتی اینا حکومت مافیا همشون یه مأمور امنیتی هست، میتونن هم نذارن اینا هستن، کنترل رو تمام اینا انجام میدن، خود بهرام بیضایی که خب کم کار کرده، دائم دهار در حقیقت اذیتش بودن، خب الان هم که سال هاست باز بفتری رفته فکر شرایطی حاضر میشه برگرده، خب میگه من از بلایی که داره سانسور بر فیلمی شاید وقتی دیگر من آورد، من تا صبح خوابم نمیبرد، فیلم هایی هست که خود این حزب اللهی ها میزه، بعد توی این سینما هاست اکرانه، ولی تو تلویزیون دوباره سانسور دوباره میشه برای سانسور، برای اینکه اونجا تو سینما ها کمتر میبینن، توی اون صدا و سیماشون و وسیله میبینن دوباره خود این کرده، همین کارگردان های خودشون که همین دقیقت حزب اللهیشون هم هست و خودشون گفت وقتی من فیلم رو توی تلویزیون دیدم فیلم خودم رو نشناختم، اینقدر تغییر شده بودم، بنابراین اون مراحل هم که حد میشه بعد در تهران اکران میگیره، اینم حتی توی امشب هم هست که من گفتم که دوستانم به این سوال کنم، بعد به حال هر شهرستانی هم یه اکران، هر اکران هر شهرستانی هم اون شهرستان خودشون ایرادای متفاوتی میگیرن، امام جمعه هم اونجا خودش کاریکاتور فیلم و این همشون که وارد شدن دیگه، چه منتقد و فیلم شناس هم هست دیگه، امام جمعه میاد و ایراده اونو میگیره، اونا رو باید رفع کنن تا یه شهرستان ها بتونه این فیلم بچرخه و برای خارج از کشور هم که اصلا هرچی فیلم تو ایران نشون داده بشه ناشه هر چیزی که باشه یک کمیته ویژه بررسی نه تنها فیلم موسیقی هم اینا هست تا و اینا هست که مو به مو اینها رو دوباره زیر ذره بین میذارن و تشخیص میدن که شما آقای حسین فیلمت بره مثلا فستیوالا یا نره، خب چه فستیوالی هم بره چه فستیوالی، خب شما مثلا میدی، خیلی جالبه که آقای اصغر فرهادی فیلمشو میسازه توی اسرائیل اکران میگیره
بعد یه فیلم دیگر رو میتونم به خاطر اینکه از اسرائیل اسم برده، یا اینکه مثلا فلان داورشون میخواد بره اسرائیل، داور فلان فیلمسازشون میخواد بره توی اسرائیل داور بشه، اونو یا مثلا یه فیلم اسرائیلی هم توی داوری هست، اون داوری که میخواد بشه اون حق نداره اون داوری که جمهوری اسلامی میده در اون داوری که فیلم اسرائیل هست شرکت کنه. خب بعد تمام این مراحل هست و ایرادهای بنی اسرائیل. پس بنابراین اون حرفی که شما میزنین که ما بایستی همه اینها یک بخش باشه و در حقیقت سینما تکلیفش روشن بشه با مسائل سیاسی، که ببینیم که مثلا این موقعیت طبقاتی چی هست و در اون بررسیایی که داریم میکنیم این به اصطلاح دراریم این فرمول برای فیلم سازیمون. خب این من نمیدونم عملا چقدر امکان پذیره، ولی نظر من اینه این شکل امکان پذیر هست که بین مسائل سیاسی و فعالان سیاسی، گروه های سیاسی به حال هستن، حالا چقدر دو نفرن صد نفرن، بالاخره ده پونزده تا بیست تا میگن گروه های سیاسی هستن، فعالیت سیاسی میکنن. اون نظر من این بود که اینا بایستی پروگرام های فرهنگی رو هم وارد به اصطلاح اون مانیفست خودشون بکنن، خالی از این قضیه است، جدا از این قضیه است. خب این و اینو گفتم. و دوم اینکه ما رفتار، یعنی باور کنیم اگر بکنیم درسته که از اینها رژیم جمهوری اسلامی استفاده سیاسی میکنه، وقتی که اینو متوجه شدیم وقت متوجه میشیم که گودار چرا خودشو به چراغ کن وحس کرد، متوجه میشیم که چرا فیلم های که در دوره به اصطلاح اون کشورهای آمریکای لاتین که دوره که با استعمار و استثمار برخورد میکردن، و یا پینوشه بود در شیلی و این پیوستگی که این کشورها و مصیبت هایی که این کشور داشتن، خب چرا ما نباید در از فیلم هایی که این سیستم های دیکتاتوری می سازن، چرا نباید به اصطلاح اعتراض کنیم به نمایش اینا؟ مثلا من اول صحبتم گفتم که اصلا فرانسه اصلا اوائل که این فیلم همی همه ایرونی ها بودن، راه ایران اصلا این چیزا مطرح نبود، من پناهنده این مطرح اوائل دارم میگم، و در اون صورت این موانع برای به اصطلاح نمایش این فیلم ها ایجاد میکردن. همین ایرانی ها در اوائلی که آمده بودن که دو با مرداد و خرداد و از این چیزهای باقی بود مدامه آمده بودن، پناهنده شده بودن، مهاجر گفتن، حتی معنی مهاجر هم فرق داره، مهاجر میتونه کسی باشه که برای زندگی بهتر بیاد. من فکر میکنم مثلا توی بیزنس توی آمریکا تاجرم بهتر، میرم اونجا مهاجرت میکنم با آمریکا. پناهنده باید سیاسی داره و انگیزه
حضورش فشارها در حکومت و یا سانسور یا گرفتاری های فرهنگی و اجتماعی و هنری هست که برندیم. بنابراین اینها رو اگر ما میتونیم باید ببینیم که معترض اینها باشیم، با این این کشورهای. من هیچ اعتقادی به پارلمان اروپا اینه که اصلا من ندارم، این سازمان ملل نیست، به نظر من سازمان دولت هاست، اما اینا حضور پیدا میکنن در اینجا. اگر حضور اینا دارن، خب ما هم میتونیم به عکسش حضور داشته باشیم. اگر اینا در فستیوال کن میدن، ایرانیان مخالف که هستن در کن هست، در فرانسه هستن، زبانم مسلطن، مگه اینا نمیتونن وقتی که اینها وارد میکنن ما تو کنفرانس ها برن و صحبت های خودشون رو بکنن؟ خب من میگم از این، حالا اگر ما اینو منتظر باشیم به این معنا که اینها در حقیقت بایسته این رو روبنا ببینیم، بعد اون زمینه سیاسی باشه و فیلم در اون زمینه مثلا رشد کنه، خب اینم یک فکره، ولی عملی هست، اگر هست فرق نمی کنه. اگر ما از اون طریق میتونیم اوکی، تا حالا که نه از این طریق نه از اون طریق هیچ اون طریق نتونستیم. بنابراین خب من با توجه به اینکه کارمه، حرفمه و حساسیتمه، زندگیمه، من رفتم روی این قضیه، کار کردم، پژوهش کردم و زحمت کشیدم و چون یک وظیفه برای خودم قائل بودم، خب اینا رو دارم مطرح میکنم تا حد توان خودم، تا حدی که امکان داره. من اگه دیوارم در کجلون باشه، برای دیوار حرفامو میزنم، نمیتونم تو خودم میکنم. حالا این اگر باز جلسه دیگه ای میخواییم، مسئله دیگه ای میخواییم که از زاویه دیگه مطرح بکنیم، نظر و پیشنهاد من اینه که بایستی بود، این مقابله بود با نفوذ جمهوری اسلامی، با دلالاش، کارچاکونها و با سازش های هیکرد، با اینکه اروپا رفت به طرف نگهداری جمهوری اسلامی، اینها متوقف شد، کمرنگ شد و حقیقت به حد وضعی در آمد که دیگه انفرادی. اگر من نمیگم من فقط درباره این جشنواره صحبت کردم، اگر این چند نفری که این اعتراضات رو کردن نبودن، خب اصلا جمهوری اسلامی هیچ دلیلی نداشت که بخواد مقابله کنه، کنفرانس بذاره و بخواد بگیم اینا ضد انقلاب های متواری هن، حرفشون رو گوش نکردین نکنین. بعد کارهای ما، شاهکار ما در دنیا حرف اول رو میزنیم. خب کسی گفت که آقا شما 20 تا فیلم آوردین، اولا تقلید جایزه آقای اصغر فرهادی تو این بدون دیپلم بهش دادن، فیلم کندوش جایزه اصلی گرفت، این مطبوعات تلویزیون های بی بی سی و بی بی سی و وایس و نمیدونم فردا و دریا و اینا و دوچه وله، همه اینایی که مال این که هستن زمانه، همه شون اینا تبدیل کردن دیپلومو به، اگه اهمیت برشون ها دیپلومو نمی کردن به نخل طلا، کلوش نخل طلا رو گرفته، این یه دیپلوم گرفته جلوی همان یه بسته بود که پیچونده بودن. خب بنابراین من اون حرف اون دوستمون رو در حقیقت رد نمی کنم، اون نظر یه صرفا سیاسی داره، اگر از اون مسیر میشه من
احترام میذارم و در حد توانم که اون مسیری باز بشه من خوب هضمشم بکنم. باید اول من تا چیزی نتونم هضم کنم، من خودم اوائل که این مسائل شروع کرده بودم راجع سینمای فیلمایی که داخل محدود ساخته میشد فکر میکردم اونها کسایی هستن که در اسارتن و اینا، ما اینجا بیاریم کاراشون نشون بدیم باعث بشیم که اینا صدا پیدا کنن. دیدیم که نه، اصلا همچین چیزی نظربندشون کردن اونجا، اصلا ما رو هم پس زدن، خودشون شدن اپوزیسیون، هم اینجا گرفتن 400 یا 500 تا فیلم در تبعید ساخته شده. کی از این فیلم خبر داره؟ 5 تا فیلم جمهوری اسلامی ساخته تمام دنیا رو پر کرده، 500 تا فیلم در تبعید ساخته شده، هیچ کی نمیدونه، یه دونه هم نمیدونه. من اینو تبلیغ دستمون بوده. من اینا رو میگم. میخوام میشه یه وقت دیگه جلسه دیگه در این زمینه چه کاری میشه کرد. حالا اگه اون ریشه ای که این دوستمون مطرح کرد حرفش هم منطقی و درسته، راهای عملیشو میگه، من تا اون شیوه خودم رو تا اونجا رسیدم که میدونم اگر اعتراض در سینما اعتراضهای جدی بشه اینا جا میزنن. من نمونه شهر خودم رو میرم، در شهر زاربروکن ما یک فستیوالی داریم به نام ماکس فوست پرایز، جایزه ماکس فوست، فستیوال فرهنگی، یکی از فستیوال های مثلا سالمه و یه سال جمهوری اسلامی آمد، فیلمای محمد باف و این دختر محمد باف و چند تای دیگه هم باشون آورده بودن، اینا از من نمیدونستن، اینا از من دعوت کردن که من کمک کنم به این فستیوالشون. اون مسئولی برای این سینما گوشتن، من اونجا رفتم یعنی با اونا صحبت کردم، گفتم نه من نه تنها کمک نمی کنم بلکه شما من به موقع قبل از این اعلام اطلاعیه خودم رو هم میدم. من گفتم ما که نمیخواییم مخالفت کنیم، ما نمیدونیم. مسائل روشن کردم، دختر مخمل باف، خود مخمل باف، این فیلم ها، این قصد ها، نقش وزارت ارشاد، این وسط نقش وزارت بنیاد فارابی که اینا خودشون خوب آلمانیا هم میدونن دیگه، فارابی جمهوری اسلامی مثل اوفا فیلم دوره هیتلره. خب اینا رو گفتم، اینا از من دعوت کردن که برای اونجا صحبت کنم، آزادم گذاشتن که هر کیم که از این از اینا فرستادارشون میخواد بیاد میتونه تو بحث شرکت کنه. یکی از همینایی که اینجا فرستاده بودن به طور به اصطلاح اتفاق از کسایی بود که تو ورکشاپ های ما سینما آزادم بود و این آمده اینجا مقابل من صحبت کنه و سخنرانی اصلی با من بود. اینا میتونستن سوال جواب کنن، اینا گذاشتن آمدن اینجا پیش من، منزل من، تمام از کار اتاق کار همین امکاناتی که من دارم و حرفای من، یه فیلم، یه دکومنت 8-9 دقیقی هم ساختن. وقتی فیلم ماکس فوست میرفت همطور که فیلم های اونا رو نشون میداد روی زمینش نظره منم وسطش گذاشته بود. صحبت منم اونجا آلمانی ها بودن، ایرانی خیلی کم بود و گفتم که حتی اونجا بود که خیلی از آلمانی ها که اینجا سابقه دارن بیشتر از کشورهای دیگه روی سعادت فرهنگی جمهوری دوره هیتلر، اینا مملکت خودشون بوده دیگه، آشنا هستن. خب نتیجه چی شد؟ من تنهایی اینجا، همه شهرم علیه من حرکت کردن و یه شبا چیز گذاشته بودن توی کافه بیرینگردی ما داریم، اونجا کافه روشن فکر هم میرن، اونجا شورای ضد بسیر گذاشته بودن. بعد خب ولی دیگه جمهوری اسلامی نیامد. چون نیامد؟ چرا نیامد؟ فکر کرد خب اینجا مقابله داره میشه تو این شهر، این حرفای ما، هرچی ما اینجا میگیم رشته ها رو اون یه نفر اینجا پنبه میکنه. دیگه تو فستیوال ماکس فوست پیداشون نشد، یه نفرم بود. بنابراین من تو این محدوده میگم آره میشه تو شهرهای دیگه هم یه کارایی کرد و نمیکنیم. حرف من در این محدوده، حالا صحبتم هم و بعد تا
پیشنهاد من بود که شما هم یه چیزای عملی رو اگر میتونین تو این زمینه بگین، همون دوستی هم که راجبه اون ریشه یابی و اینکه به هم ارتباط داره این مسائل، من ارتباطشو قبول میکنم که بین دارم، ولی من از اونوری میگم فعالیت های سیاسی هم اگر آمیخته نشه با حساسیت های فرهنگی و هنری، یعنی همونقدر اهمیت که میدیم به سر یک فعال سیاسی به این هم بدیم، یا احزاب خیلی روشن و دقیق توی اون اساسنامه هاشون نیارن این ضرورت این مقابله فرهنگی رو، ما در اثر خواهد داشت و موفقیتمون کمتر خواهد شد. اگر این رو حس کنیم، وارد کنیم، زودتر به مقصد میرسیم. حرف این بود. به حال دیگه همون ساعت مثلا پایان هست، منم واقعا دیگه خستم، اجازه بدین که از با همتون شب و روز بخیر بگم، براتون خوبی و شادی و موفقیت آرزو کنم. خیلی بحث راهگشایی بود، زمینه ها باز شد، بعد ادامه میشه در زمینه های دیگه و نزدیک و شکافت. من خودم بهره هایی از همین جلسه بردم. به حال از همتون سپاسگزارم، چه کسانی که به سوالایی داشتن، چه کسایی که موافق بودن، مخالف بودن، همه دوستانی که در این بحث شرکت کردن و من این مباحث رو در همین جمعیت های محدودتر خیلی بهتر حقیقت میتونم راحتتر میتونم شرکت کنم، من که امکان صحبت به جمع بیشتری داره میشه. به حال از پرواز عزیز، از همکارانش که همیشه همراه هستن در اتاق، از شما بی نهایت سپاسگزارم. شاد و سرفراز باشید.